کنفرانس ژنو درباره افغانستان دیروز به کارش آغاز کرد. قرار است در این کنفرانس متحدین بین المللی افغانستان در مورد چگونگی کمک به دولت و مردم افغانستان تصمیم بگیرند. از سال 2014 تا هنوز جامعه جهانی با پیش شرط مبارزه مؤثر دولت با پدیده فساد، حمایت مالیشان را از افغانستان اعلام می‌دارند. با آنکه دولت افغانستان 6 سال پیش در نشست لندن به متحدین بین المللی افغانستان تعهد سپرده بود که کمیسیون ویژه مبارزه با فساد را ایجاد میکند، اما این تعهد تا همین دو هفته پیش عملی نشده بود. دو هفته پیش سیگار یا دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد که حکومت افغانستان تنها در روی کاغذ و با برگزاری جلسات با فساد مبارزه میکند، نه در عمل. یک روز پس از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد و 5 عضو این کمیسیون را معرفی کرد. آقای غنی که در ششمین نشست سالانه اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، گفت که یکی از مسئولیت‌های اصلی کمیسیون مبارزه با فساد درج و اعلام دارایی‌های مقام‌های عالی رتبه دولت است. او گفت که این کمیسیون 5 نفره تمامی اختیارات قانونی لازم را دارد. از همین رو در برابر مردم، حکومت و شورای ملی پاسخگو است. همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخ لقا 5 نفری هستند که بر اساس فرمان شماره 102 مورخ 22 عقرب 1399 رئیس جمهور به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی شدند. این 5 عضو کمیسیون روز یک شنبه دوم قوس در ارگ ریاست جمهوری سوگند یاد کردند. ایجاد این کمیسیون اما با انتقاد گسترده نهادهای جامعه مدنی مواجه شده است. گروه کاری مشترک جامعه مدنی میگوید حکومت با نقض قانون کمیسیون سیاسی مبارزه با فساد را ایجاد کرده است. این گروه از حکومت خواسته است که تعیین کمیشنران این کمیسیون را لغو و بر اساس قانونی که از سوی شورای ملی تصویب خواهد شد روند ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را به پیش ببرد. حکومت افغانستان یک بار دیگر نشان داد که نمیخواهد با فساد مبارزه بکنه و کمیسیون را که ساخته کمیسیون سیاسی و کمیسیون ضعیف است که به درد مبارزه با فساد نمیخوره و به می دلیل ما از حکومت افغانستان جدا میخواهیم که این کمیسیون را لغو بکنه و بخصوص از شورای ملی میخواهیم که فعلا قانون اینجا روی بحث است که این کمیسیون لغو بکنه و تعدیلاتی که لازم است در پروسه گزینش ایجاد شوه ایرا بیاره. ما باید پروسه گزینش را طوری بسازیم که افراد غیر وابسته و افراد با تجربه در این کمیسیون راه پیدا بکنن. هغه کسانی دی پروسه تر داخل کړل چې هغه د مدني ټولنې نمائندګي نکوله. له حکومت نه غواړو چې نور د افغانستان د خلکو توقعاتو ته پاملرنه. 6 سال پیش دولت افغانستان در نشست لندن متعهد شد تا کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد کند. در آن زمان افغانستان به کمک کنندگان خارجی گفته بود که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را با عضویت اعضای جامعه مدنی و حقوقداران توانا ایجاد می‌کند تا پرونده‌های فساد اداری را در موعد معین بررسی کنند. در مدت 6 سال گذشته حکومت و نهادهای جامعه مدنی بارها روی چگونگی تشکیل این کمیسیون و تهیه قانون مبارزه با فساد اداری با هم دوچار اختلاف شدند. حکومت نخست قانونی را تهیه کرد که در آن نقش جامعه مدنی در روند تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری حذف شده بود. پس از ماه‌ها دادخواهی و اعتراض نهادهای جامعه مدنی، قانون مبارزه با فساد اداری تعدیل و نقش جامعه مدنی دوباره در آن درج شد. برخلاف تعهد حکومت افغانستان به جامعه بین‌المللی و کمک کنندگان خارجی، دولت افغانستان کار روی تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری سال گذشته به صورت جدی‌تر آغاز شد. اما شیوعی ویروس کرونا در افغانستان جلسات کمیته گزینش اعضای این کمیسیون را مختل کرد. پس از شیوعی ویروس کرونا، جنجال میان نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان نیز رقم خورد. کمیسیون تلاش داشت جلسات زودتر برگزار و فهرست نامزدان عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری نهایی شود، اما دو نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی از حضور در جلسات پیشنهادی کمیسیون اصلاحات اداری با اشاره به شیوعی ویروس کرونا خودداری می‌کردند. در ماه سرطان امسال کمیسیون اصلاحات اداری دو نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی را از کمیته گزینش حذف و به جای آنان دو نماینده از دو نهاد دیگر را در کمیته گزینش جایگزین کرد. این کمیسیون مدعی است که دو عضو نهادهای جامعه مدنی پس از 4 ماه هنگامی که در نشستی آنلاین شرکت کردند خلاف طرز العمل صحبت کرده و جلسه را مختل کردند.
عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این مورد میگوید پس از آن که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تسریع پروسه گزینش از دو نهاد دیگر جامعه مدنی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شبکه زنان افغانستان خواست تا دو تن از نمایندگانشان را برای عضویت در کمیته تشخیص بفرستند جلسات کمیته تشخیص با انتخاب دو تن دیگر از اعضای جامعه مدنی و گونه پیگیر و منظم به صورت حضوری و مجازی ادامه یافت. شبکه زنان افغانستان در پاسخ به این درخواست روشن مشعل مسئول بخش دادخواهی این شبکه را به صفت نماینده با صلاحیت خود و کمیته میک باری سلام عضو پیشین این کمیته را برای عضویت در کمیته گزینش معرفی می کنند. بر اساس یافته های روزنامه اطلاعات روز باری سلام در آن زمان سمت رسمی در کمیته میک نداشته و به حیث عضو پیشین این کمیته به اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شده است. ما را اصلا اینا به جلسات دعوت نکردن. اول مورد گفتن برکن که ما در وقت کرونا نامدیم. کرونا که حکومت گفت که لاکداون بوده. همه چیز قرنطین بود و اجازه نبود که کسی باید میره به جلسات حضوری. و اینا شلا بودن که در ما با جلسه حضوری بگیریم. ما برشان گفتیم. و بعد از اونا قبول کردن گفتن که این جلسه حضوری نمیشه. ولی هیچ وقت جلسه آنلاین هم اینا نخواستن. به اولین فرصت که اینا جلسه آنلاین خواستن ما حضور شدیم با جلسه. بعد دیگه جلسه حضور شدیم. آقای نادری آمد. ما رو تهدید کرد. گفت اگر شما در ضابط کار من خلاص نکنین و بر ما نامه رو نمایی نکنین. ما شما را از پروسه پرس میکنیم و نفر دیگر میرین در جایتون. ما برشون گفتیم که این پروسه رو شما بانیم که پیش بره. و شما حق ندارین که بر ما اختار بتین یا بر ما تکلیف تعیین بکنین این صلاحیت رو ندارین که بیاین به کمیته بشینین به خاطر اینکه اعضای کمیته معلوم است و آمدن شما به این رقم تهدید دارین بر ما قابل قبول نیست و پروسه که به شکلی که شما پیش بردین اسناد را که شما تصدیق کردین و به اعتمادی که ایجاد کرد ما گفتیم بر ما قابل قبول نیست این پروسه شما به این رقم پیش بردین بنابراین شما باید که مداخله را باید نکنید در پروسه و بعد از این باز ما همین مورد را به حکومت مکتوبا روان کردیم از حکومت ما این جواب نگرفتیم اینا تنها اختلاف بر سر موارد قانونی و جنجال میان حکومت و نهادهای جامعه مدنی بر سر چگونگی تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیست. نهادهای جامعه مدنی و شماری از آگاهان میگویند ایجاد این کمیسیون در روزهای معدود مانده به برگزاری نشست ژنو یک اقدام سیاسی از سوی حکومت است. به نظر من یک خواهم تنها در اصطلاح سمبولیکش نشان میده از جانب رهبری حکومت افغانستان و دیگه فکر میکنم که این ایجاد از این کمیسیون یکی از خواسته های یا معیارهای است که از جانب ملل متحد تعیین شده برای مبارزه علیه فساد اداری پس این که خود ایجاد کمیسیون چقدر مؤثر خواهد بود یک بحث است اما این که در روزی که یک کنفرانس دایر میکنن در مورد مبارز علیه فساد اداری و چند روز بعدم ما شاهد کنفرانس ژنو خود بودیم یک پیام سیاسی داره فکر میکنم این موضوع در پهلوی از این چیزی که برای ما حداقل سوال است و ایست که ایجاد از این ادارات چقدر میتانه و توانسته در گذشته که مبارزه علیه فساد در کشور مؤثرتر بسازه. در پاسخ به این گفته ها و ادعای نهادهای جامعه مدنی صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت در امر مبارزه با فساد متعهد است. در سطح رهبری حکومت بالای مبارزه با فساد اجماع کامل موجود است.